نوروز ماندگار است تا یک جوانه باقی است جمع جانان تا این یگانه باقی است. زیباست حرف باران در کوچه های تبریز، آواز مولوی هست تا یک چغانه باقی است. دود اجاق وصلی کو در سفر برافراشت، بعد از هزار منزل در بلخ و بانه باقی است. ازش خیلی سپاسگزاریم. اجاق وصل او روشن کرد، دودش هنوز از بلخ تا بانه میشه مشاهده کرد، دود اندیشه‌ها و افکار متعالی او. نور نگاه کوروش بر بردگان بابل بعد از هزارها سال در حکمتانه باقی است. در حیرتم که بعد از کشتار شینک در زیر سقف تاریخ عطر زنانه باقی است. یغماجران رو بودند محصول عمر ما را، بشتاب و کشت میکن تا چند دانه باقی است. عصر دیگر برآید، این نیز هم سرآید، گر نیستت یقینی حدس و گمانه باقی است. افراط کرد و تفریط این ساربان گمراه، ایران من یا ای کاروان سفر خوش، راه میانه باقی است. عرض ادب و احترام خدمت شما امیرانم، راه میانه، راه توازن و تعادل. آرزوی صلح دارم، آرزوی خوشی و خوشبختی برای ایران و ایرانیان، به ویژه در سالی که در آغازش ایستادیم. چی فکر میکرد روزی، روزگاری، نوروزی که در سراسر جهان برگزار میشه، در همه جا، توالو، جزیره در قلب اقیانوس آرام با 11,000 نفر جمعیت، اونجا نوروز رو برگزار میکنن تعدادی از هموطنان باهایی ما، در آلاسکا به همین تد 250,000 یهودی در اسرائیل امروز نوروز رو برگزار میکنن. نوروز در تمام آسیای میانه برگزار میشه، نوروز در آناتولی برگزار میشه، در آسیای صغیر، نوروز در هندوستان توسط پارسیان هند یا ایرانی تبارهایی که بعد هزار اندی سال در هند زندگی میکنن، هنوز نوروز و تمام وجود گرامی میدارن. و نوروز در اقصان نقاط دنیا، در قطبهای ایرانی نشین، لس آنجلس، واشنگتن، امروز داره تبدیل میشه به یک جشن جهانی، یک جشنواره بهاری جهانی. همینانم علی رغم همه فشارهایی که در تمام این سالها ما شاهدش بودیم برای جلوگیری از گسترش نوروز یا جایگزینی اون، تلاش خیلی صورت گرفت در ایران، اما امروز سرفرازه است. هر زمان دیگری در تاریخ ماست. نگاه کنید در چهار گوشه ایران اهل سنت چگونه نوروز رو برگزار میکنه، در کردستان، در ترکمنستان، در بلوچستان، در سواحل خلیج فارس، بندر لنگه، هر جا که یک سنی ایرانی زندگی میکنه نوروز با شکوه تمام برگزار میشه. خوشبختانه این روز جنبه مذهبی، این جنبه مذهبی نداره، یک ایده لائیکه و چقدر همخوانی داره با فرهنگ دموکراسی، چقدر همخوانی داره. نوروز فقط سایه دموکراسی رو میخواد که متاسفانه فاقدش بوده. بکنین اگر چنین سایبانی پیدا بکنه، چنین چتری بر سر نوروز قرار بگیره، چقدر این جنس
هم قافیه و هم جنس خودش رو در تاریخ خواهد یافت. و من ترجیح ندارم ما بسیار به اون روز نزدیکیم، خیلی نزدیک، خیلی نزدیک. و با گسترش نوروز این زبان فارسیش که داره گسترده میشه، زبان فارسی در همین جا، همتنان زرتشتی ها در وستمینیستر در همین لس آنجلس اورنج کانتی نوروز رو برگزار میکنن، جشن نوروز رو. یهودیان در لس آنجلس در سان رمونیکا روز 26 و اغلب رسانه ها، تقریبا تمامی رسانه ها که این جشن رو برگزار کردن با شکوه تمام و خوشبختانه همه چیز هم گواه بر این که یک نوع همبستگی و همایی ما بین ما پیش آمده، شاد به لحاظ اینکه متوجه شیم دنیا روی گسله، دنیا روی گسل زلزل است و ایران ما قطعا و حتما با تغییرات عمده‌ای روبرو خواهد شد، تغییراتی کلان. آرزو بکنیم مجموع این تغییراتی که داره در ایران صورت میگیره و منبعت صورت خواهد گرفت در جهت منافع و مساله تاریخی و ملی ما باشه. به نام نامی عشق، به نام نامی ایران، به نام نامی نوروز هم یعنانم برنامه رو پی میگیریم. خب همینان ارجمندم اجازه بدید که سلام بلند بالا داشته باشم به همراه آقای سپهر خسروی به سکه خانم دکتر ساناز علسی در تگزاس. درود بر شما خانم علسی. درود به شما آقای نیبودی گرامی و درود به همه بینندگان عزیز. خانه شما فضای نوروزین پیدا کرده؟ بله بله، البته این قسمتی از سفره هفت‌سینه، سفره هفت‌سینه اصلی خیلی خب امکانش نبود که جلوی دوربین نشون داده بشه. میفهمم. به من بفرمایید که این نوروز آثاری هم داره در منطقه شما، مثلا خود محیط دانشگاه یا نه کسی نمیشناسه این جشنو؟ خب جشن نوروز درسته که جشن ملی ماست و یک جشن ایرانی هست که از دوران باستان وجود داشته. در آمریکا هم خب ایرانیان این جشنو گرامی میدارن و در آغاز بهار خب وقتی که ایرانیان حال و هوای نوروز رو پیدا میکنن، ما میبینیم که در گوشه و کنار آمریکا هم این جشن برگزار میشه. در جنوب تگزاس هم به همین ترتیب هست و این جشن برگزار میشه و به خاطر همین آمریکایی ها هم تا حدی با سنن ما در نوروز آشنایی پیدا کردن. و در دانشگاه خب در دانشگاه هایی که گروه های ایرانی وجود داره، پرژین اسوسییشن ها یا ایرانیان اسوسییشن وجود داره، انجمن های ایرانی این جشن رو برگزار میکنن. در دانشگاه ما هم پرژین کالچورال اسوسییشن از سال 2011 به همت دانشجویان ایرانی شروع به کار کرده، خب مراسمی رو در آغاز می گرفتن، ولی خب در اینجا چون تعداد دانشجویان ایرانی کم هست، شاید در وقتی که بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی رو داشتیم حدود 20 نفر بود و امسال خیلی کمتر شده، جشن نوروز رو در دانشگاه به برگزار نکردیم ما امسال. البته شاید یه مقدار کوتاهی هم از من بوده که ادوایزر این انجمن هستم در دانشگاه، ولی خود دانشگاه هم یک مقدار خیلی نتونستن که این جشن رو برگزار کنن، ولی در اینترنشنال فستیوالی که در دانشگاه، فستیوال بین المللی که در دانشگاه هر سال برگزار میشه، ایرانی ها کلیپ های دانشجویان ایرانی کلیپ هایی تهیه میکنن برای ایران نوروز رو معرفی میکنن و سعی میکنن که از سنت های خوب ایرانی برای آمریکایی ها صحبت بکنن. جالبه خانم دکتر علسی، سال گذشته در اسپانیا شما یه اردوی علمی برگزار کردید، امسال هم اردو خواهید داشت؟ اردوی علمی
امسال نه، امسال برگزار نخواهد شد، ولی در سالهای آتی حتما ما برگزار میکنیم. یک به شکل یک ورکشاپ پژوهشی بود که خب من گروهی از اساتید و از بهترین دانشگاه های آمریکا، هاروارد، از دانشگاه های اروپا دعوت کرده بودم و گروه دانشجویان خودم را هم برده بودم و خب اونجا خیلی برای هم برای دانشجویان هم برای اساتید این یک فرصت خیلی خوبی هست. وقتی که به کشور دیگه میرم با فرهنگ دیگه آشنا میشن، با حقوق اون کشور آشنا میشن و فرصت های پژوهشی و فرهنگی بسیاری رو برای دانشجویان و اساتید فراهم میاره. امیدوارم مملکت ما هم شرایطی پیدا بکنه که بشه این کار رو انجام. این دانشجویان بله دانشگاه های آمریکا بتونن در ایران اردوی علمی بزنن، شخصیت مثل دکتر خانم الستی، و دانشجو بتونن به ایران برن، ایران رو از نزدیک ببینن. چقدر مؤثر در شناساندن فرهنگ ما، جامعه ما به جوامع بیرون از جوامع خارجی. خب خانم الستی، ببینیم بر سر اتفاقات توی این مملکت داره میفته، از جمله این فرمان اجرایی آقای ترامپ. فرمان اجرایی دوم هم جنجال هایی به پا کرده، شماری از ایالت ها در برابر سفارایی کردن. چی قصد؟ چی قصد اینی که اینها بتونن این هیاهو رو تا دو سال آینده ادامه بدن و در کارزار انتخابات بعدی بتونن اکثریت رو به دست بیارن و اون وقت دمار از روزگار ترامپ درارن به عنوان اکثریت در دستگاه قانونگذاری و در این بسته دستور اجرایی جدید چه موادی نهفته است که مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته؟ در خدمتیم، بفرمایید. بله، خب بینندگان عزیز حتما خب در اخبار در مورد این دستور اجرایی آقای ترامپ، executive order آقای ترامپ که در ابتدا در 27 ژانویه صادر شد و به چالش کشیده شد و در دادگاه فدرال ایالت واشنگتن در سیاتل قاضی اون رو به چالش کشید و در نهایت به دادگاه تجدید نظر 9 Circuit Court of Appeal در کالیفرنیا سان فرانسیسکو رفت و باز هم مورد چالش واقع شد و این دستور نخست رو ممنوع کردن دادگاه های فدرال در آمریکا که در خصوص ورود پناهندگان کشورهای هفت کشور مسلمان و همچنین صدور ویزا به مردم این هفت کشور مسلمان بود و آقای ترامپ خب گفتن که دستور دیگری صادر میکنن، executive order جدیدی صادر میکنن و گفتن که این و در نهایت شاید بخوان که این مسئله رو به سوپریم کورت آمریکا، دیوان عالی آمریکا بکشونن که در هفته نخست ماه مارس دومین executive order دستور اجرایی خودشون رو آقای ترامپ در این خصوص صادر کردن که خب وقتی ما مقایسه میکنیم که ببینیم چه تفاوتهایی این دستور اجرایی دوم آقای ترامپ با دستور اول داشت، خب در دستور اول هفت کشور در لیست بودن که خب ایران هم جز اونها بود، در دستور دوم تعداد این کشورها به 6 کشور کاهش پیدا کرده بود که عراق رو در واقع حذف کرده بودن. شاید این سوال برای بینندگان عزیز مطرح بشه که واقعا چه برای چه این 6 کشور انتخاب شدن و دلیل اینکه آقای ترامپ این 6 کشور رو در لیست خودشون قرار دادن چه بوده؟ چون اگر مسئله ممنوع کردن ممنوعیت ورود برای اتباع کشورهای مسلمان هست، خب تعداد کشورهای مسلمان ما در دنیا حدود 48 کشور مسلمان داریم، یعنی بیش از 50% مردم اون کشورها مسلمان هستن، چرا این 6 کشور انتخاب شدن؟ دلیلی که آقای ترامپ و ادمینستریشن آقای ترامپ برای این انتخاب آوردن این هستش که و دقیقا هم در دستور اجرایی دوم این دلایل ذکر شده، گفتن که این کشورها، این 6 کشور، کشورهایی هستن که دولت هاشون
اسپانسر تروریسم و حرکات تروریستی در آمریکا و کشورهای دیگر هستند و حتی به گزارشی که از طرف وزارت خارجه صادر شده در این دستور اجرایی اشاره شده، به این گزارش ارجاع شده که ثابت میکنه که دولت‌های این شش کشور حمایت کننده از تروریست و گروه های تروریستی هستند. و خب ما میبینیم که این اومدن و در گزارش دوم سعی کردن یک مقدار دلایل بیشتر بیارن که چرا دقیقا این کشورها باید به شکل موقت البته ورود اتباعشون به آمریکا ممنوع اعلام بشه. و البته گفتن که دولت خب خیلی ایراد میکنن و میگن که خب اگه مسئله اسلامی تروریسم مسئله حرکات تروریستی اسلامی هست، چرا کشورهای عربستان سعودی و پاکستان توی این لیست در این فهرست نیستن؟ و جوابی که ادمنستریشن آقای ترامپ به این انتقاد کنندگان داده این هستش که کشور عربستان سعودی و پاکستان کشورهایی هستن که دولت این کشورها همکاری میکنن با دولت آمریکا و در صورتی که اتباع این کشورها تقاضای ویزا بکنن، امکان بکگراند چک و بررسی پیشینه افرادی که تقاضای ویزا میکنن وجود داره. ولی برای کشورهایی که در لیست آقای ترامپ هستن، چون دولت‌هاشون همکاری نمی‌کنن، چنین امکانی وجود نداره. و مسئله دیگه‌ای که سعی کردن در دستور اجرایی دوم مورد تجدید نظر قرار بدن، مسئله تأکیدی بود که بر دین اسلام و مسئله اقلیت‌های مذهبی استثنایی بود که برای اقلیت‌های مذهبی در خصوص پناهندگی قائل شده بودن، که سعی کردن که در دستور دوم این مسئله مطرح نشه و تأکیدی به این مسئله وجود نداشته باشه. و کلن ما میبینیم که خب یک سری مسائل تکنیکی رو سعی کردن حل بکنن، ولی و همچنین در مورد پناهندگان سوری، در مورد پناهندگان سوری در دستور اجرایی اول به صورت کلی ورودشون ممنوع شده بود، ولی در دستور اجرایی جدید، اکزیکیتیو اوردر جدید، این ممنوعیت به صورت دائم از پناهندگان سوری لغو شده. حالا اگه مایل باشین میتونیم بررسی کنیم که میخوام ببینیم که الان بهانه یا دستاویز این ایالت هایی که در برابر این حکم اجرایی سفارایی کردن چیه؟ دقیقا اینا چی میگن؟ بعد از اینکه این دستور اعلام شد، این دستور اجرایی جدید اعلام شد، درسته که در هفته نخست ماه مارس اعلام شد، افکتیو دیتش روز اجراش 16 ماه مارس، ماه مارچ اعلام شده بود که قرار بود که از 16 ماه مارس اجرا بشه. بعد گروه های وقتی که این دستور دوباره اجرا شد، گروه هایی که برای آزادی های مدنی و حقوق مردم فعالیت می کنن بسیار انتقاد کردند این دستور اجرایی رو و گفتن که واقعا تفاوتی از نظر عملی با دستور اجرایی اولی که آقای ترامپ صادر کرده نداره و در عمل باز هم مسلمان ها رو مورد هدف قرار داده و یک نوع مظلوم بن هست، یک نوع ممنوعیت مسلمان ها به آمریکا محسوب میشه. در ایالت های مختلف واکنش های مختلفی، مخصوصا ایالت هایی که لیبرال تر هستند، ما واکنش های مختلفی رو دیدیم و در نهایت در 15 ماه مارس در روز چهارشنبه که گذشت، قاضی فدرالی در ایالت هاوایی در شهر هونولولو میاد بررسی میکنه این اکزیکیتیو اوردر، دستور اجرایی آقای ترامپ رو، و بیان میکنه که بار دیگه باید که این دستور منع بشه و به دلیل
مسائلی که در نظم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعی آمریکا داره باید که این دستور آقای ترامپ من بشه و اتباع این که بتونن که وارد آمریکا بشن. و مسئله ای که این البته این پرونده‌ای که در دادگاه فدرال هاوایی مطرح میشه ابتداعاً به دلیل شکایتی بوده که یکی از روحانیون ایالت هاوایی یکی از امامهای اونجا کرده بوده که ادعا کرده بوده که مادر زن ایشون که اهل سوریه هستن به دلیل این دستور اجرایی آقای ترامپ قادر نخواهند بود که وارد آمریکا بشن. و مطرح شده که درسته که در دستور اجرایی دوم به اسلام اشاره نشده، به ممنوعیت ورود مسلمان ها اشاره نشده، ولی با توجه به صحبت هایی که آقای ترامپ کردن و ادمینستریشن آقای ترامپ در رسانه های جمعی و اشاره کردن به خطری که ورود مسلمان ها ممکنه برای امنیت ملی آمریکا داشته باشه، واقعا باز هم مسئله میتونه مسئله ممنوعیت ورود مسلمان ها باشه. حالا مهم نیست که همه مسلمان ها من نشده ورودشون، حتی وقتی 6 کشور مسلمان ورودشون اسبابشون نمیتونن ویزای موقت بگیرن و به آمریکا وارد بشن، این هم میتونه مسئله ای باشه که در نقض قانون اساسی آمریکا و سایر قوانین در آمریکا است. میخوام ببینم که خیلی کوتاه به من بفرمایید، جایا این شانس وجود داره؟ شد دست کم اطرافیان آقای ترامپ میگن که اگر بره در مراحل قانونی حتما این حکم یا مدافعانش پیروز خواهند شد. میخوام ببینم که شما هم همین نظر رو دارید. ببینید، به نظر من هم خب اگر مسئله به دیوان عالی کشیده بشه و بعد از اینکه قاضی جدیدی که آقای ترامپ انتخاب کردن برای دیوان عالی آمریکا، سوپریم کورت آمریکا، جاستیس گورسچ، قاضی گورسچ، اگه ایشون سر کار بیان، ممکنه رأی که قضات جاستیس های دیوان عالی میدن به این مسئله اکثریت با افراد کانسرواتیو باشه و رأی بدن که باعث بشه که به نفع ترامپ و به نفع این دستور اجرایی آقای ترامپ باشه. ولی مسئله ای که هست این واقعا نمیشه دقیقا پیش بینی کرد، به خاطر اینکه این دستور اجرایی تا حدی مغایر با حقوق بین الملل هم هست و کنوانسیون ژنو در خصوص پناهندگان و کنوانسیون علیه شکنجه، کانونشن اگینست تورچر، اینها برای حمایت از پناهندگان واقعا این رو وظیفه کشورهای امضا کننده این معاهدات بین المللی میدونن که از پناهندگان حمایت بکنه و از طرفی در این اجرایی آقای ترامپ محدودیت هرچند موقت 120 روزه برای ورود پناهندگان از این کشورهای مسلمان ذکر شده، خب این میتونه مسئله‌ای باشه که مغایر حتی با حقوق بین الملل باشه و قضات در دیوان عالی آمریکا ممکنه به این مسئله اشاره بکنن. ولی خب واقعا قابل پیش بینی نیست. باید ببینیم که آیا این احتمالا در مرحله اول این دستور اجرایی باز هم به دادگاه تجدید نظر، دادگاه استیناف فدرال کشیده میشه و باید ببینیم که نظر این دادگاه بزاره. چه تشکر میکنم خانم دکتر علسی عزیز. باز دیدم که در برخی از نامه ها و بیانیه هایی که صادر میشه اشاره میشه که ایرانی ها در عملیات تروریستی شرکت نداشتن و به نظرم اینم یک غلط مصطلحه، یک غلط مصطلح. عملیات جنایی فروشگاه تاتی در پاریس رو ایرانی ها شکل دادن، میکونوس رو آقای کاظم دارابی و گروه شکل داده، عملیات تروریستی علیه رهبران کرد در اتریش که گفتیم آقای احمدی نژاد هم عضو گروه تروریستی بوده،
عملیاتی که علیه 270 تن از نظامیان آمریکا در بیروت صورت گرفت. بعد آقای رفیق دوست اعلام کرد که سرمایش رو ما دادیم، ما به شما تهیه کردیم، سفارش شما دادیم. عملیاتی که در آرژانتین صورت گرفت علیه یهودیان و اون کشور که تعداد زیادی هم به قتل رسیدن، هنوز هم نام شمار زیادی از سران جمهوری اسلامی نزد پلیس بین الملل قتل شاپور بختیار به وسیله اتباع ایران صورت گرفته، 3 تن از اتباع ایران و همینطور کتیبه و قتل فروغ فریدون فرخزاد در آلمان به وسیله ایرانیانی که برای این جنایت اعزام شده بودن. آقای عادل الجبیر رو در آمریکا کی قرار بکشه؟ کی قرار ترور بکنه؟ یک شهرمنده ایران. یعنی میخوام بگم که از این به اصطلاح اشتباهات مصطلح خواهش میکنم به عنوان مستندات خودتون استفاده نکنید. تشکر میکنم از سکا خانم علسی عزیز، سال نو بر شما خجسته و فرخنده باد، همینطور بر کارگردان برنامه آقای سپهر خسروی عزیز و خودش و خانوادهش. تشکر میکنم. با تشکر از شما سال نو رو من هم به همه بینندگان عزیز تبریک میگم.